آخرین باری که اینجا بودی 12 سال پیش یه نفر به من گفت تو باید یک نفر رو بکشی و یک نفر دیگر به زندگی برگرد. این کاغذ از یه جور گل جادویی درست میشه. اما اگه اون کاغذ ها پاره بشن سیگان ها با تمام شرارتشون دوباره نازل میشن. بکن من دست سر نوشتم که از تو آستین خودت اومدم. من فقط میتونم کمک کنم برگردی و زندگی تو ببینی. تو این کتاب این ژیگولوئه چطوری وارد زندگی اینا شد؟ مهرداد چطوری وارد زندگی ما شد؟ من رفته بودم کلاس زبان داشتم برمیگشتم دوزی اومد گردمندم و بدوزم مهرداد اومد. پدر مادرتو توجیه کن فردا هم همونجوری که قرار گذاشتیم کارو تمام میکنیم. این چی داره میگه به فرشید؟ آخه اینا این همه چیزو چجوری از ما فهمیدن؟ استاد اینا کلاهبردار بودن. سیمبایه که اتاب میگم این سیمبا نیست، این سگ دوستم فقط شبیه سیمباست. میتونی زمانو برگردی یه تولد دوباره. اینجوری واسه هر دومون بهتره. خیلی سعی کردم ولی دیگه نمیتونم. هیچ راه فراری نمونده. با فقر و فلاکتمون، مرگ خواهرام، گم شدن بابا، با همه چی کنار اومدم. همه 10 سالی که رو این تخت خوابیدی من تر خشکت کردم. اما نمیتونم زن اون هیولا بشم. حتی اگه ادعا کنه همه پولامونو پس میده. همیشه فکر کردم این سمو باید خودم بخورم. اما نمیخواستم جوون مرگی آخرین دخترت هم ببینی. Thank you.
فهمیدی؟ بله، فقط نمیخوام بدونم کیو انتخاب کردی. خب بعدش چی میشه؟ اونی که آینده رو میدید من نیستم. دست کم بگو چطوری؟ من تمام چیزی رو که میدونستم بهت گفتم. باید این کاغذ رو با نیمه دیگهش رو هم دیگه بچسبونی. همه چیز اونجا نوشته شده. کلیا میگن همه چیز جایی تموم میشه که شروع شده. مثل دایره. واسه همین همیشه یه نشونه هایی میذاشتن برای کسایی که بر میگردن. یعنی کجا؟ خودت میدونی کجا. الان اونجا باید پر از گل شده باشه. برو اونجا رو بکن. شاید این روزو دیده باشه و یه چیزی برات گذاشته باشه. فقط فراموش نکن. تیغ خورشید باید در نیام شرقی غروب کنه. تیغ خورشید در نیام شرقی؟ از به تو به تاخت بتاز. مثل یه کولی باهاش یکی شو. میبردت همون جایی که باید. اگه چیزی رو که خواستی پیدا کردی، مستقیم برو به سمت طلوع آفتاب، به سمت مشرق. به جون وقت کمه. پرنده ها رو دنبال کن. پرنده های سبز تو رو به آرزوت میرسونه. بانده مخوفی ما رو دوره کرده بود. چقدر ساده بودیم. کی قرار بود چشمون باشه؟ باز خوبه لیلی این کتاب رو پیدا کرد. چی میشه تا داستانش؟ دسفس دلشو نداشتم تا آخرش رو بخونم. یعنی تموم نمیشه؟ نه یارو، تو اوج داستان یا دیگه ول میکنه، ادامهش رو نمینویسه. چرا؟ خوب مگه مرض داشته؟ مرض نداره. دو تا روایت هست. یه سری ها میگن که میخواست سه جلد بنویسه بعد اجل مهلتش نمیده. یه سری ها میگن که مریض شده دیگه حال نداشته بقیهش رو بنویسه. اصلا حال نکرده با قصه. یعنی آخر عاقبت ما معلوم نیست توش؟ آخر عاقبت ما تو این کتاب قتل و کشتار. چه مسخره؟ ما که حی حاضری. نه، تو قصه خواهر کوچیکه تلسمو باطل میکنه، همه چی برمیگرده به روال عادیش. تو هم یه طوری میگی انگار داری داستان واقعی تعریف میکنی. واقعیه دیگه، چرا فهم میکنی واقعی نیست؟ واقعیه؟ بله واقعیه. چهار تا کتاب بیشتر ازش میخوندی میفهمی که ممکنه خیلی هم واقعی باشه. با اون اسم مسخرش. قیروان یعنی کاروان. یه جای تو تونس که ایرانی ها ساختنش. من خود داری در میاری؟ نه بجونه، تو دیوونه ای؟ میشه این قیروانی و کتاب رو ول کنین؟ الان باید به فکر ترمه باشین. هلاکه. یه بلایی سر خودش میاره. بسیلا آقا یه خبری ازش بگیر. آه اون یه جا بیشتر نداره. بولنشو بریم. پاش
سگه آرش رو ببرین به در نره. خاموش کرده. آشیل! بشین آقا جون بشین. تسلیت میگم. تا خبردار شدم خودم رسوندم. حیف شد. آره حیف شد. کاش لااقل یه قطره اشک از چش منم می اومد، این دلم سبک می شد. همینجا تو باغ گل دفنش می کنیم که نزدیکمون باشه، هر وقت دلمون گرفت بتونیم بیاییم پیشش. ببرمش ببر. چرا؟ من آدم نیستم، دایه منم بوده. اگه من دلتنگش بشم کجا باید برم؟ پاشم برم اون سر دنیا؟ این آخری دوستش برگرده. اگه خودش میخواسته که دیگه نمیشه کارش کرد. فاخر. بله آقا. چقدر طول میکشه تا دایه رو ببریم تو زادگاه خودش خاکش کنیم؟ آقا تا نرم سفارت معلوم نمی کنیم. ولی شما اقلا کم روی هفته حساب کن. حالا تو بگو 5 روز. خودمونم با آرش میریم، هم دایه رو بدرقه میکنیم هم کنارش هستیم تا کارو آرش رو بندازیم. میگم اگه سلام میدونین یه چند ما کارو تعطیل کنیم. چند ما مثلا؟ نمیدونم، خب یه مدت نباشم، برم یه سمتی جاده زندگی کنم، بگردم ببینم چی پیدا میکنم. شاید بیشتر خودمو بشناسم. از کار چی میشه؟ کار که همیشه هست. حالا فعلا عزاداریتو بکن، بعدا راجع بهش حرف میزنم. با اجازه من میرم سمت خونه. مواظب خودت باش. چونم بداش. نمیگم؟ نه برو تو یکم با خودت خلوت کن. میام حالا. برو هم. به
پسر شجاع. ترمه چی شده؟ ترمه چیزی نشده، سلامت کو. سلام، پس تو اینجا چیکار میکنی؟ ببخشید، نمیدونستم باید به شما جواب پس بدم یا هماهنگ کنم برای دیدن خواهرم. بفرمایید. نه، منظورم همین اومدن غیر منتظرته. ترمه رفته سر کوچه خرید، فقط تو اون اتاق سفیده گفتش که یه چیزی خراب شده، باید بهش نگاهی بندازی. مطمئنی حالش خوبه؟ با شما شوخی دارم پسر شجاع. یعنی دوست نداری یه بار راجع به گذشته حرف بزنی؟ چرا خیلی، حالا اینجا رو یه نگاهی بنداز بعدن. فقط ببین موبایلتو میدی برای تماس بگیرم با استادم؟ شارژ ندارم. اینو میگیری یه لحظه؟ نگفت ایرادش چیه؟ سیستم بعد رو اتاق زبادم. آقا پسر، رمز نداره. تبلتو ببین، ویدئویی که رو صفحه اولش رو ببین. الان این کارو واسه چیه؟ ترمه اونجایی؟ الان داری ایده اتاق رو من امتحان میکنی؟ یکی میگه اینجا چه خبره، من نمیفهمم. داری شوخی میکنید یا چی؟ شوخی داریم به نظرت پسر شجاع؟ اینجا رو خودت درست کردی، میدونی که نمیشه درش رو از تو باز کرد و تا اون فیلمو نبینی نمیذارم بیای بیرون. فقط پشت سرتو نگاه کن، بچرخ. آفرین، دو تا بطری آب بیشتر نداری. حواست باشه زیاد وقت کشی نکن که از تشنگی تلف میشی. خب؟ باریکلا. ده باز کن دیگه، به جون وقت نداری ما. چی شده؟ ترمه کجاست؟ من الان آمودش بیش کنم. حتی جرأت نداری تو دوربین نگاه کنی، خاک بر سرت. تو این چی بازی؟ ببین رضا کارو میکنم شو بعدش هر کاری خواستی بکن. چی میخونی لیلی؟ خیلی خوشی. رفته بودم سراغ زندگی خودم، یه جوری هم داشتم زندگی میکردم که دیگه هیچ وقت چشم بهت نیفته. خوش نمیومدی سراغم. من اومدم سراغت. من اومدم سراغت عوضی. تو آدم فرستادی منو پیدا کنه. به جون خودت. جون منو قسم نخور. جون منو قسم نخور. غیر از جون تو هیچ چیو ندارم قسم بخور. من بعد دندونای خورد کنم. آقای بظاهر محترم، نمک رو زخم ما نپاش. الان اینجایی که اسم بقیه شریکاتو بگی به ما. کدوم شریک؟ هنوز هاشا میکنه. ببین تو که برای من تموم شدی. تموم که هیچی، مردی. الان هم ازت هیچ انتظاری ندارم. فقط مثل آدم بگو با کیا مادر منو کشتین. من مادرتو کشتم؟ چی داری میگی ترمه؟ خودت میدونی دارم چی میگم. الان هم برای من مظلوم نمایی نکن. انقدر میمونی اونجا تا همه چیو بگی. چیزیو ندارم مخفی کنم. میخوام همه چی رو بگم. فکر کردی واسه چی یه واقعی بم زد؟ ها؟ فکر کردی واسه چی دلشو نداشتم دوباره برگردم سراغت؟ چون اینا رو نمیتونستم بهت بگم. خب الان دیگه مجبوری همه چی بگی. حاشیه نرو. لالی! من چیز زیادی نمیدونم. باید بگردین دنبال مهداد. کجاست؟ نمیدونم. باقیتون کیا بودن؟ اونا رو بگو. باقی نداشتی ترمه؟ منو مهداد بودیم، فقط خودمونم دوتا. یه یاروی بود به مهداد پول داده بود. منم یه بار دیدمش، جمعاً 30 ثانیه هم نشد. به مهداد گفته بود بیارش پیش من ببینم این کار هست یا نه. همین و
واسه دزدی مکانیک لازم داشتن. آره من روحم از دزدی خبر نداشت ترمه. بذار بیام بیرون همه چی رو به توضیح میدم. همونجوری خوبه. از دزدی خبر نداشتی نه؟ میخواست ببینتت به درش چه کاری میخوری پس؟ جوری کلاس کنکور بیام سراغت. من اصلا نمیدونم قضیه دزدی چیه. هنوزم نمیدونم چه جوری منو مرداد رب دادیم به دزدی. اصلا داستان ما یه چیز دیگه بود. درست. قشنگ واضح برام توضیح بده. بگو ببینم داستان چی بوده. منو مرداد توی مدرسه بود. مرداد 2 سال جلوتر از من بود. پدر مادرش سرایدار خونه سفیر فرانسه بودن. رو همین حسابم مرداد فرانسهش خوب بود. بعد ها شد راننده سفیر. یه وقت یه ماشین سفیر رو میبرد ترمینگاه ما. خیلی وقت بود غیبش زده بود. من ازش خبر نداشتم تا اینکه اون سر و کلش پیدا شد. گفتی یاروی هست. یه پول خیلی خوبی میده. به این مخواهی دختره رو بزنه. کی؟ نمیدونم ترمه. میگم که یه بار دیدمش. یه یاروی بود. 50-60 ساله. اسمش عادل بود. مرداد عادل خان صداش میزد. منو کشید یه گوشه. گفت یه دختری هست اینجوری. باید بری باش صحبت کنی. این کار رو بکنی. این حرف رو بزنی. زودم بری خواستگاریش. بعدها یه بار بهم گفت یه بارم باید کلوکاسکت سرت بکنی. بری مثلا میخوای گرد من ده دیگه رو بزنی که مرداد خوش قاطی ماجرا بکنه و یه خودی به نشون بده و تا کتک بزن. خب باقیشو بگو. چرا ساکت شدی؟ لال شدی؟ همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه یه روز من مرداد کشیدی گوشه. بهم گفت فردای عروسی باید بکنی بری ترکیه. خودش هم میخواست بره. اما من نمیخواستم. چرا عاشقت شده بود؟ زبون نریز. راست میگه. راست گفتن زیاد دیدم. حاشیره رو بهم گفت اگه خودم ول نکنم برم یاد همه چیو میگه. شما منو پرت کنید. خیلی با خودم کردن. چرا رفتم تا اینکه بود دست اضافت پیش بود. به خودم گفتم اگه میخوای بری همین هم رو باید بری. اگه فهم کنی کل این قضیه ربطی به توصیل بشته چی میشه الان؟ یه مدت اون تو بمونه. ترمه که دلش خنک شد ولش میکنی. من دارم فقط با مردنش خنک میشه. مردن از عذاب وجدان خلاصش میکنه. به رفعت میگیم ازش شکایت کنه. میره زندون هر روز آرزوی مرگ میکنه. که انقدر بیرحم شدیم ما. یعنی تو میخوای ببخشیش؟ نه خیر.
دلم نمیخواست دنیا یه جوری باشه که مجبور شم یه چه انتخابایی کنم. همه این بلاها رو سر ما آوردن واسه یه نقاشی؟ خب چرا نرفتن از شازده بدزدنش؟ تیکه دیگه‌ش هم که خونه خودمون بود. نه، اینا میدونستن مامان حواسش خیلی جمعه. میخواستن حواسش رو پرت کنن، شلوغ کنن، بعد بشوش تمرکز شب این بره اشتباه کنه. کلن با عقل من جور در نمیاد. بیشتر شبیه اینه که یکی میخواسته کلن ما رو به خاک سیاه بشونه. آخه چرا؟ مگه ما چی کار کردیم که یکی اینقدر بدمون رو بخواد؟ تو چرا ساکتی؟ من؟ چی بگم؟ سردر نمیارم، یعنی نمیفهمم، کلن سردر نمیارم از هیچی. چیش اینقدر سخته؟ این آدل نامی که میگن عاشق مامان بوده، شکست عشقی خورده، کینه کرده، اومده انتقام بگیره. تک فکر کتاب قیروانی چیه این وسط؟ چه میدونم؟ چی میخواد بشه مثلا؟ لابد اونو خونده، دیده شبیه ما، گفته خب اینطوری نابودشون کنن. نه، این نیست. اینقدر تصادفی نمیتونه باشه که تو داری میگی، اصلا. حالا میخواد تصادفی باشه، تقدیر باشه یا هرچی باشه، از اینجا به بعدش رو باید بسپاریم دست پلیس و رفت. الان ما فهمیدیم دزدی آدم 50-60 ساله یه به نام عادل که میخواسته ما رو بدبخت کنه. فکرتو درگیر نکن لیلی، این آدم پیدا بشه داستان کتابت هم میفهمی. از کجا معلوم؟ به خود منم میفهمم. اما یارو هرکی هست همونیه که کتابو فرستاده واسه مامان دیگه. از کجا معلوم؟ پیداش کنیم میفهمیم دیگه. از کجا معلوم؟ پسره رو چیکارش کنیم؟ آتیشش بزن ازن، فقط فکر نکن که سر در رفتی، من ولت نمی کنم تا نکنم تو زندون دست از سر بر نمیدارم. تهره خسرو، همه چی رو جوریدم، هست و نیستم و سرچ کردم، تنها چیز غیر عادی که با هم بود همین عکسی که دستته. عکسه رو خودم گرفتمش. چند وقت پیش با یه بابایی قرار داشتم که عکسه نشونش بدم، حسب اتفاق این تو جیبم جا موند. وقتی خسرو تو بودی گفتی ابن سینا معتقد بوده بعضی از اشیا ممکنه خواص خارق‌العاده داشته باشن؟ خسرو من یه چیز تازه فهمیدم به کمک این. این کتاب مالی بابای به اسم القیروانی، اسمش هم کلمات روش نوشته. اینو لیلی پیداش کرده. لیلی پیداش نکرده، این آدم مشهوریه. خیلی خوب دیگه، حالا بابا تمام واه بده، نمیخوایم با کلمات بازی کنیم که. ببین خسرو، من از وقتی که با این آدم آشنا شدم همه کتاباشو خوندم. خسرو این آدم یه آدم معمولی نبوده، به یه جاهایی وصل بوده، یه چیزایی میدونسته. همایون جان،
طرف یه رمان نویسه دیگه، حالا چرا انقدر جدیش گرفتی؟ چون جدی بوده جدیش گرفتم. خیلی خوب، جدیه. خب حالا چی میگه؟ این کتاب درباره یه آدمیه که یه اشیایی میسازه، یه بار مثلا یه آینه میسازه، یه بار یه جعبه دفعه بعد یه ساعت. ببین هر بار هر چیزی که ساخته اینقدر به حد کمال رسیده که یه بُعد جدیدی از هستی براش معلوم میشه. خب حالا رفتش به من چیه؟ ببین تو که میدونی من این عکسو کی و در چه حالی گرفتم، حالا روزمون که میدونی دیگه چجوری بودم. به نظر من طبق گفته این القیروانی این عکس اوج هنر منه. چرا؟ به خاطر همون لحظه، به خاطر چیزی که برای همیشه توش ثبت شده و چون این عکس همراه من بوده، من تونستم به واسطه اون وارد یه بُعد دیگه بشم. این عکس برای من مثل چی اینا که درجه دارن، مثل یه قطب‌نما عمل کرده برای من. خوب زهرمار تو خیلی سرم مثلا نشانه شناس و ادیب و فرزانه منی دیگه، اومدم باید هم فکری بکنم به یه جمع‌بندی برسم. میگه خب همایون، چیزایی که تو داری میگی برای من غیر قابل درکه. آدمایی که جواب سوالای تو رو میدونستن چند قرن پیش مردن. یعنی حرفایی که من میزنم خرافات و مال گذشته است و تو کلا دوزارم نمیاد. اینو بخون، اینو بخون، یه چی یاد بگیری. واقعا رد دادی ها. تهشو در آوردی. میدونم تهش خوشمزه است. ببینش. میشه انقدر پج مرده نباشی؟ نمیتونم. نمیتونه. خب من میبرمت خونه. یکی که توت فرنگ دوست بکنم با یه عالم خامه. قاتل کمره انقدی تا انقدی. کمره باریش. نه؟ خب شما دوتا هم یک کاری بکنید که مشارکت کنین. چی کار کنی؟ وضعیت خودمون الان بهتر از این نیست. خب اینجوری فقط ما ناله بشیریم دشمنمون شاد میشن. باید شاد بزیم. شاد بزی. اومدم یه دقیقه سر گام ببینم برم. سگه تو ببینی فقط. خب میگفتی یه عکس برات میفرستادم. سلام. 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 نمیخوای تو که یه زنگ بزنی کافیه. میبریم تو حالا. لیلی میخواد که یه توت فرنگی درست کنه با خامه زیاد. بچه ما شادی؟ شاد نیستیم. اینا یه خورده کاذبه. این ترمه واسه بار دوم شکست عشقی بهش وارد شده. بعد یه کم حالش خوبیست ما گفتیم حالش رو خوب کنیم.
حاضر. خوب باشه. بریم. سگت کجا می‌خواد؟ بیا، اینا سگت. اینجا چرا اینطوری شده؟ تمنا، همه وسایل من کف زمینه. خوابه؟ خوابه دیگه نه؟ بچه ها، اتاق منم پشتانی شده. دزد اومده. اینو نورده مطمئن باش دزده میدونسته چی میخواد. عادل. کی؟ اسمش عادل بود. مرداد عادل خان صداش میزد. کی هستی؟ الو آقا سلام، منزل ما رو دزد زده. بله گاه صندوقمونم خالی کرده. یادداشت کنید لطفا. بله خب باش. باشه باش قربونت. خدافظ. بابا میگه که بردن انگشت نگاری که ببینن که سرنخی پیدا میکنن یا نه. شانس ما ها فردا قرار بود ببریم بانک، باش برده بودیم. اصلا اینا معلوم نیست الان دوست پیدا بشه نشه. تو خوبی؟ سوال مسخره. منظرم اینه که چیکار کنم خوب شی. خوبه، واسه دمت که اومدی. اگه تو نبودی نمیتونستم تنهایی خاکش کنم. اینو دادی ها واسه کارنامه هم بهم کادو دادی بود. میگو باقا تو خواهر برادر نداری؟ بذار حداقل محبت کردن یاد بگیر. همین اینا بودن که زندگی ما آسون کرده بودن. جفتشون با هم رفت. از همینجا میرم ماشینو بردار تو برو. من ماشینو بردم برم. من تازه گواهینامه گرفتم نمیتونم. چی میخواد بشه؟ نهایتش میخواد تصادف کنی دیگه. فردا سرت. خب خب کجا میری؟ با هم بریم. اوکی. آخه اونجایی که میرم تو نمیتونی بیه. الانم میترسم دیرم شده باشه. میبینمت دیگه. نگران ماشینم نباش. مراقب خودت باش. چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، بابا این سرویس کرد ما رو. باش آقا خیلی خوب. آره اساس نمیدونم چرا داری اینجوری خوفناک منو نگاه میکنی. نمیدونی بعد میخوای فرار کنی. آقا داری یه جوری نگاه میکنی نگاه میخوای اینجا چالم کنی. حیوان بدونی که با من هماهنگ کنی بلند شو رفتی خونه دختره دزدی. خونه کی؟ واخه رو مخ من نرو میزنم. آقای من هم چیکاری نمیکنم. من مرض دارم. نشون به اون نشون دزده رفته واسه که سرشاخ شده زده سگی زبون بسته رو کشته. من آزار دارم میزنم حیوانو بکشم؟ اصلا مگه منو میگیره که من بخوام حذفش کنم؟ آها تو از کجا میدونی سگی منو کشته؟ آقا تو مکان حضور داشتم.
بابا بودم اونجا ولی برای دزدی نرفته بودم که. البته رفته بودم برای دزدی ولی خب یه رندی قبل من زده بود و داشت میبرد. عوضش تعقیبش کردم مکان یا بیش کردم. بعدات بعد اومدی همه چی رو ریختی تو دایره. داداش تو زدی تو خط عشق عاشقی، ما چرا باید کارو برامون ول کنی؟ بس کم زر بزن. اینو بذار سر جاش بریم مکان دزدی. تا اینجا میای نمیای تو خونه ما با هم یه چای بخوریم؟ عجله دارم، سر فرصت میرسم خدمت. عجله نکن، یا بریم تو با هم یه کمی حرف بزنیم بعدش هم با هم. دیروز گرفتار بودیم، بچه ها یادشون رفته به این زبون بسته ها غذا بدن. الان ببین چی کار میکنن. آدمیزادم همینجوریه دیگه، تا وقتی شکمش سیره از سر جاش تکونم نمیخوره. یه ذره که گشنگی کشید فرز میشه. گرش بالا، هدف که واسهش بذاری این برق و باد میره دنبالش. راحت باش جواب بده. مهم نیست، شما بفهمید. مهمه که بهت پیامک زده، خونهشو دوز زده پریشونه. اینجور وقتا یار باید کنار آدم باشه. اگه کنارش نباشی و تو دلتنگی تنهاش بذاری میره دنبال یکی دیگه که تو غم و گرفتاری حاضر به یراق باشه. شما درست میفهمید، ولی اونطوری که فکر میکنین نیست. توجهه که زن و واسه مرد نگه میداره. این چرت و پرتا که میمونم چه بمونم مرد واسه شماست دماغ باشه و خودشو بی نیاز نگه. این همه که حرف مفته، بریز تو خلا. اتفاقا همین الان وقتشه که کنارش بشه.
خالی که از بچگی میکوبن رو بازوی ما سیگانیا نشونه یه اصالته، نشونه یه وفاداریه، هیچ جوری هم از بین نمیره مگه با مرگ یه سیگانی. ببینم مالتو دیدید که؟ ببینم خودتون بردین زدنش. ببینم این خال معمولی ها هست که بعضی ها میرن تو بچگی میزنن، بزرگ که میشن از ریخ میفته، کج و کوله میشه، ولی خالکوبی رو بازوی یه سیگانی تا روز آخر به همون تر و تازگیه که روز اول بود. اینقدر بچه بودی یارو یک ساعت داشت رو بازو سوزن میزد آخ نگفتی. فکر نمیکردم به این زودی خسته بشی، به طایفت پشت کنی، یه هم طایفت رو به اخیه بکشی. همین فاخر رو میگم، اونم به خاطر یه دختر غریبه. الانم میدونم چی داره تو سرت میگذره. با خودت میگی اگه قرار این خاله با مرگ پاکشه پس چرا هنوز زنده ای؟ چرا نمیکشمت؟ به خاطر این که دوستت دارم، به خاطر این که مثل پسرمی. تو فقط یه ایراد بزرگ داری، خیلی خوشتیپی، خوشگلی، دخترها خوششون میاد ازت، هی دور و برت میپلکن میخوان مختو بزنن، تو هم هوایی میشه دیگه، اشکالی هم نداره دیگه، جوونی. یه مدتی برو پی عشق و حالت، من یه دو سه ماهی کارو میخوابونم تا برگردی. ولی اگه بر نگردی یه عهدی بستی که باید پای همه چیزش وایسی. اگه کسی باعث مرگ پسرم بشه باید تومونشو پس بده. امکان نداره یکی پسرم رو ازم بگیره ولی من جونش ازش نگیرم. امکان نداره. کسی یه ذره انسانیت داشته باشه میزنه حیوانی بیگناه رو میکشه. آخه من نمیدونم این داستانی که میگی چه ربطی به من داره.